میرم. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ آروم باش. یکم دیگه همه چیو میفهمی. مگه نه عزیزه؟ اون وادمو به هم نریز. مشکلتو با من حل کن. خونوادت؟ زمان زیادی گذشته. زمان خیلی زیادی گذشته عزیزه. عزیزه؟ راستی فامیلی تو چی بود؟ اصلان بی. من عزیزه اصلان بیم. یادت رفته یادآوری کنم. زن داداش خدا بیا مرزتم. تو اصلان بی نیست. هیچ وقتم اصلان بی نبودی. تو یه دزدی که این امارت رو با دروغات و نقشه ها تصاحب کردی. تو اینو از ما، از اصلان بیای واقعی دزدیدی. الان که دارم نگاه میکنم اینجا جز من فقط یه اصلان بیه دیگه هست، اونم اصلانه. الان این یعنی چی؟ میگم واسه جوون صبر کن. من برای دیدن این روزای عمر صبر کردم. تو هم چند ثانیه صبر کن. اول باید از یه بیلیاقت چیزایی که لایقش نیست و بگیریم. حتی اگه خواهر پدر بزرگ خدا بیامرز من باشی نمیتونی اینجوری رفتار کنی. اونو بده من. تو به چه عنوانی اونو از من پس میخوای؟ به عنوان یه اصلان بی ازت میخوامش. به عنوان پسر محمد اصلان بی اونو ازت میخوام. تو پسر محمد اصلان بی نیستی. Thank you.
میران تو؟ پسر خزرشاد اغلو و دلشاه هستی. حقیقتی که عزیزه از تو دزدیده بود اینه. تو چطوری جرأت میکنی اینجوری حرف بزنی؟ چطوری جرأت میکنی خاطرات مامان بابای منو لکه‌دار بکنی؟ میرو پیسا باشه مادر جان. ببین خواهر پدر بزرگ خدا بیا مرزم باش، هرچی میخوای باش، نمیذارم به بابام و مامانم بی احترامی بکنی. تا بیرونت نکردم خودت برو. میران تو هم برو. تو هم همینطور. نمیدونم منو وارد چه جور بازی کردین، چه فکری کردین، چی کار کردین، ولی از اینجا برین گم شین. گمشین برین. یه چیزی بگو. جوابشو بده. یه چیزی بگو. دارن به مادر پدر من بی احترامی میکنن، دارن خاطراتشون رو لکه‌دار میکنن. بابا بزرگ چیزی بگو. میران بگو تو پسر محمد اسلام بی، بگو که تو یه اسلام بی. نمیتونه بگه، هرچی که بگم نمیتونه این حقیقت رو عوض کنه. خودش هم خوب میدونه. مگه نه عزیزه؟ بیا بگیر. بیا. دوتا نامه اینجاست. یکیش نامه ایه که مادرت از عشق پنهانیش به خزر نوشته. اون یکی هم نامه ایه که به زور مادرتو مجبور کرده بنویسه که از خزر جدا شده. بیا بگیر پسر خوبم، بگیر بخون، با چشمای خودت ببین، بخون. عزیزه، به خاطر نفرتی که از مادرت داشت با زندگی تو بازی کرد.
باور نمی کنم. بگیرشون. چرا؟ داشتی باور می کردی؟ چی شد؟ قبلن باور می کردی؟ با یادداشتایی که فرستادم حقیقت رو پیدا کردی. مادرت رو پیدا کردی. همینطور مادر بزرگتون. حالا هم خودت رو پیدا کردی. میرا، این زن فقط زندگی تو رو نابود نکرده، خانواده منم نابود کرده. از بچه خودش برای انتقام استفاده کرده. نمیخواستم اینجوری بشه میرم. نتونستم حقیقت رو بهت بگم. میدونستم خیلی ناراحت میشی. اما حق با عممه. تو یه اصلا بگه واقعی نیستی. میران بیا. من هم میدونم خودم کیم، هم میدونم تو کی هستی. شما همه تو نقلتون از دست دادی؟ آره؟ دیوونه شدی؟ کسی اینجا نیست که عقلش سر جاش باشه؟ مامان اسما، مامان اسما یه چیزی بگو، تو یه چیزی بگو. پسرم تو حتی تو هم عقل تو از دست دادی. آره من کی هستم؟ میدونم من میدونم کی هستم.
به شما هم نشون میدم. به همتون ریان بیا. نه نه یا میران پسرم. نه به من نگو پسرم. نزدیک نشو، نزدیک نشو. چیزایی که اون تو گفتن هیچ کدومشون حقیقت ندارن خزر شدارو. من به سر محمد اسلان بیام. اینو تو سرت فرو کن بابا. الان وقتش نیست، الان وقتش نیست. پسرم شنیدی میگن صاحب خونه اومده عزیزه؟ خب حالا مثل همون موقعی که اومدی دم در خونمون با لباسی که تنته، گم شو. از عمارتم برو بیرون، چون دیگه تنها چیزی که میتونی از اصلان بیا با خودت برداری ببری لباس تنته. از خونم گم شو بیرون. فقط داری میری خدمتکارتم با خودت ببر. حتی یه ثانیه دیگه هم نمیخوام تو رو تو این خونه ببینم. تو از ما یه شادوغلو دزدیدی، ولی از اسلام بیا اسم و ثروتشون رو دزدیدی. تو از هر کی که اینجاست یه چیزی دزدیدی، ولی دیگه واقعیت برملا شده عزیزه. روی واقعی تو اینه. حالا دیگه جوری که حقت زندگی میکنی، جوری که حقت تبعید میشی، تویی که عزیز اسلام به یه مقتدر بودی دیگه هیچی نیستی، حتی دشمنم هم نیستی. حالا دیگه فقط یه آواره هستی که ببینمش دلم براش میسوزه و از کنارش رد میشم. تو چطور بی‌وجدانی هستی زن؟ تو چطور بی‌وجدانی هستی؟ از یه بچه کوچک چه می‌خواستی؟ پسرمو دزدیدی، زندگی میرانو دزدیدی، زندگی دلشاه رو سیاه کردی. چرا؟ چرا؟ مجبور نیستم حساب هیچی رو بهت پس بدم. حساب پس میدی؟ میکشمت. حساب پس میدی؟ دیگه خودتون میدونین میخواین با این زن چی کار کنین، ولی اگه میخواین بکشینشم اجازه ندارین سنگای خونه پدریمو با خونه این کثیف کنی. آقا ناسو، من وظیفه خودم رو انجام دادم، واقعیت ها رو گفتم. همون جور که توافق کردیم از این به بعد دیگه بین شادوغلوا و اصلان بیا هیچ خصومتی وجود نداره. شما دشمن ما نیستی. حالا پسرتو بردار برو، بقیهش دیگه مسئله خانوادگی خودتونه. درسته خزر، ارزش نداره انسانو بکشیم. مطمئن باش اگه میارزید خودم میکشتمش. زود باش پسرم، ما دیگه اینجا کاری نداریم. بیا بریم. آسیه بگو یه ماشین بیاد اینجا که شکران خانمو بفرستیم خونشون. دیگه اینجا موندنشون درست نیست. نه مامان شکران بیا. سلطان تو عروس منی، پسر تو، دخترتم، از خونه اصلان بیان. از این به بعد یه خانواده میشیم و با هم اینجا زندگی میکنیم.
اسما؟ محبوب، ولش کنی. میران، تو پسر خزرشاد و بلو و دلشاه هستی. مامان بزرگ، یه چیزی بگو. میران میران، آرومتر برو. بگو تا پسر محمد اسلام بی. میران، آرومتر برو. میران، وایسا حرف بزنی. حرفی برای گفتن نیست. من میدونم که بابا کیه. بابای من محمد اسلام بیه. مامان بزرگم هر چقدر که میخواد سکوت کنه، ولی سکوتش نمیتونه این واقعیت رو عوض بکنه. این واقعیت رو عوض نمی کنه. باشه میرم، ولی تو رو خود آرومتر برو، خواهش میکنم. کجاییم؟ این راه به کجا میرسن؟ داریم میریم خونمون. خونمون این طرفه؟ من راه بلدم، بیا. خونه من کجاست؟ زود باش عزیز خانم. شادقلوه، شما اینو باور کردین؟ آره، یه زن پا شده اومده یه سری حرفایی زده که زندگیمونو زیر و رو بکنه. شما باورش کردین؟ همه چی تموم شد؟ یعنی یه هایی با میران دشمن شدی؟ شما چرا مزخرف میگی؟ ها؟ این چه پرت و پلاییه؟ چیه سلطان خانم؟ باهاشون دست به یکی کردین؟ تو از خانواده نیستی فرهاد. در ضمن اگر مشکلی داری باید به من بگی، نباید از عروسم بپرسی. درسته که من گفتم بیا اینجا، ولی نه واسه این که تو مسائل خانوادگیمون دخالت کنی. باید مال و اموال اصلان به یارو به هم پس بدی. مال و اموال؟ حالا فهمیدم جریان چیه.
تو چی داری میگی؟ معلومه که اموالمو ازت میگیرم. اونا متعلق به اصلان بیاست، متعلق به اصلان بیام میمونه، یعنی برای گنول و اصلانه. من اصلان مصلان نمیشناسم. من فقط دوتا اصلان بی میشناسم، یکی میرانه، اون یکی هم گنول. تا وقتی هم اونا چیزی نگن دست به هیچ چی نمیزنم. همتون میتونید از این جریان کاملا مطمئن باشید. معلومه از میران یاد گرفتی اینجوری با پر روی حرف بزنی، ولی صاحبای اصلی این خونه اینجا، حد تو بدون بعد حرف بزن. تو میخوای به من یاد بدی که حدمو بدونم؟ یادم بده ببینم. فرهاد تو رو خدا، فرهاد تو چرا نمیخوای بفهمی همه این چیزایی که گفته شده حقیقت داره؟ چیه سلطان خانم؟ امروز باد از کدوم طرف داره میاد؟ از طرف افسون خانومه؟ یا از طرف عزیز خانوم؟ فرهاد، چون حقیقتای تو بر اساس اون تعیین میشه. مواظب باش، زیاد تو باد نمون. اصلان فرهاد برادر منه، میرانم فرزند این خانواده است، پسر عمو محمد اصلان بیه. اموال مال ماست، به شما ربطی نداره. اموال شماست گنول؟ من عزیزه نیستم، بادم و بحث نمی کنم. اصلا برام مهم نیست میگن چرا و چجوری اینجوری شده، نتیجه برام مهمه. توی اصلا بی هستی، منم برای اینکه به فکر همخونه خودم هم اینجا. عجیبه، مامان بزرگم هم همینو میگفت. گنول ولش کن بره، من از دخترم جدا نمیشم. جدا که نمیشی، ولی اگه تو دنبالش بدویی اون دنبال تو نمیاد. اونجوری تویی که مجبور میشی همیشه بیفتی دنبالش. ولش کن، میاد. نمیتونم نفس بکشم. ماشه آروم باش. نمیتونم نفس بکشم. من میدونم کیم. میدونم من میران اصلان. تو میرانی، تو زندگی منی، تو میرانی. من میران اصلان بیم. من میدونم که کیم. انگار زیر پا سست شده، نه؟ انگار تمام اعتماد تو از دست دادی. انگار یه آتیشی تو دلته که هیچ وقت نمیشه خاموش کرد، مگه نمیرم؟ من میدونم، من حتی میدونم که تو کی هستی. تو میران منی، تو فقط میران منی. تو همه چیه منی، تو تنها خونه منی. با من بیا، هر چیزی که شده رو ول کن، بیا با من بریم خونمو. خب با من بیا. آه
به این راحتی نیست ریحان، انقدر آسون نیست. اول باید به هم جواب پس بده.